عرض سلام و وقت بخیر به شما بینندگان عزیز و هم‌کنان ارجمند در سراسر جهان، به ویژه تماشاگران شبکه نگین تی وی در کانادا. من رضا علوی همراه با همکارانمون در مرکز پخش این شبکه در ونکوور و استودیوی نگین تی وی در تورنتو در خدمتتون هستیم با ادامه پخش زنده برنامه‌های امشب. سپاسگزاریم که ما رو همراهی می‌فرمایید و امیدواریم که از تماشای برنامه‌ها رضایت خاطرتون فراهم بشه. پیش از اینکه به گزارش ویژه و گفت و شنود تلویزیونی امشب بپردازیم، یادآور می‌شوم که پخش زنده برنامه‌های شبکه نگین هر شب از ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت تورنتو و نیویورک برابر با 3 بعد از ظهر به وقت ونکوور و لس آنجلس با کیفیت عالی HD به روی سایت شبکه در آدرس www.negintvhd.net و همچنین بر صفحه تلویزیون‌های هوشمند، اسمارت تیوی ها و اسمارت فون های شما با استفاده از یوتیوب به نمایش در میاد که خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی روبرو شده و هزاران نفر هر شب به تماشای برنامه های ما میشنن. همچنین در روزهای اخیر فروشگاه های بزرگ و پر رفت آمد و پرفروش ایرانی در تورنتو مثل سوپر خوراک و سوپر پارسیان هم پخش زنده برنامه های شبکه نگین رو بر صفحه بزرگ تلویزیونشون برای خریداران و ایرانیان عزیزی که در حین صرف غذا و موقع خرید از این فروشگاه ها میتونن برنامه های ما رو ببینن به نمایش در آوردن. و اما در گزارش اختصاصی و گفت و شنود تلویزیونی امشب از شبکه نگین دو میهمان عزیز و ارزشمند داریم. خانم رومنا محمدی، دختر جوان و هنرمند ایرانی ساکن تورنتو، و آرش عزیز، نامزد زنده‌یاد شهرزاد، که هر دو دعوت ما را پذیرفتند و در یک گفتگوی تلویزیونی و برای اولین بار پس از درگذشت زنده‌یاد شهرزاد با ما شرکت کردند. بسیار ممنونم از هر دوی شما که فرصت گذاشتید و در خدمتتون هستیم. اجازه فرمایید در ابتدا یک آشنایی مختصری با شما همیهنان ما و بینندگان ما داشته باشن و بعد سوالات رو مطرح کنم. سلام، ممنون از شما برای دعوتتون و ممنون از همه کسایی که ما رو به نوعی ساپورت کردن، چه با حضورشون در نمایشگاه و چه با کامنت ها و پیام های بسیار قشنگشون. منم سلام میکنم به شما، به بینندگان خوبتون. تشکر میکنم از تمام دوستداران شهرزاد که توی طول مدت بیماریش و بعد از اون برنامه هاشو ساپورت کردن و کمال تشکر اینجا دارم از همتون. مرسی. خب، گفت و شنود تلویزیونی امشب رو با رومنای عزیز شروع میکنیم، دختر جوان و هنرمندی که اولین نقاشی از سری نقاشی های خودش رو با موضوع شهرزاد و زنده کردن یاد این دختر جوان و مبارز کشیده و چند پیش هم در یکی از نمایشگاه های بزرگ تورنتو با استقبال بسیار خوبی به نمایش در آمد. رامل جان، ممکنه برای اون گروه از بینندگانی که با شما آشنایی ندارن خودت رو بیشتر معرفی بکنی و در زمینه فعالیت هنری و اینکه چند سال هست به هنر و حرفه نقاشی مشغول هستی صحبت کنی؟ رومنا محمدی هستم، فارغ التحصیل رشته فاین آرت از دانشگاه اوکر در تورنتو. بیشتر از 11 سال هستش که در زمینه هنر به خصوص نقاشی فعالیت دارم. علاقه من به نقاشی برمیگرده به دورانی که کوچیک بودم و هر وقت که وارد این فروشگاه های لوازم تحریری که میشدم، این رنگ ها و این لوازم برای من حکم شکلات و شیرینی رو داشتش و همیشه دوست داشتم که یه روزی یاد بگیرم که بیشتر اینا چجوری میتونم استفاده کنم و فکر میکنم که این شوق و ذوق من از اونجا شروع شد. با چه انگیزه و چه هدفی این نقاشی که اسمش هست سرطان و شهرزاد رو برخلاف اون چی که ما ازش شاهد بودیم در حالت فریاد نشون میده کشیدی؟ شهرزاد دختر مبارز پر انرژی بود که همیشه خنده بر لب داشت و همیشه سعی میکرد که روحیه بده به تمام بیماران سرطانی و تمام کسانی که راهش رو ادامه میدن. در این نقاشی دستهای گره کرده و مشتهای خشمگین شهرزاد با اون چهره خاص اون رو که در حالت فریاد نشون میده شما کشیدید. این نقاشی
که خوشبختانه استقبال خوبی هم در اولین نمایشگاه اون شد، با چه هدف و با چه پیامی کشیده شده؟ خوشحالم که این سوال رو مطرح کردین. این سوال رو خیلی های دیگه هم پرسیده بودن. در جواب این سوال میتونم بگم که درسته که شهرزاد ما همیشه آرایش داشت، همیشه لبخند میزد و لبخند روی لبهاش بود، ولی زمانی که برای اولین بار با شهرزاد آرش تصمیم گرفتیم که یه نمایشگاه برگزار بکنیم برای یکی از ایونت های شهرزاد، تصمیم گرفته شد که احساس درونی و واقعی شهرزاد رو ما نشون بدیم. این فریاد برای من فقط یه معنی نداره و در خودش حرف‌ها و پیام‌های خیلی زیادی رو جا داده. اگه اجازه بدین این رو میذارم به عهده مخاطبین که اونطوری که میخوان با این تابلو ارتباط برقرار بکنن و اون حسی که میخوان رو از این نقاشی بگیرن. فقط میتونم بگم که این فریاد، فریاد از روی درد و ضعف نیست و فریاد شهرزادهایی هست که الان احتیاج به کمک دارن. من این فریاد رو کشیدم تا همه چیز و همه کس، هم صدا، یکی با هنرش، یکی با قلمش، یکی با بازیش، یکی با صداش، این اطلاع رسانی رو انجام بدیم تا صدای شهرزاد و شهرزادها رو به گوش هم و به گوش بقیه برسونیم. لزومی نداره که حتما یک هنرمند باشیم. به نظر من هممون هنر رسوندن فریاد شهرزادها رو به گوش بقیه داریم. رامینا جان، باز به تو برمیگردیم و سوالات بیشتری رو مطرح میکنیم، اما اجازه بفرمایید گریزی بزنیم و بپردازیم به آرش عزیز، نامزد زنده یاد شهرزاد، که این اولین مصاحبه تلویزیونی اون پس از درگذشت این دختر جوان مبارز در دسامبر سال گذشته در شب یلدا بود که باعث تأسف و تأثر و شوک بسیاری از دوستان خودش و همیهنان ما و ایرانیان در سراسر جهان شد. آرش، الان وضعیت روحی و شرایط زندگی تو بعد از درگذشت شهرزاد، با توجه به اینکه بعد از پدر و مادرش تو نزدیکترین شخص به اون بودی، چی هستش و در چه شرایطی به سر میبری الان که چند ماه از فوت نامزدت میگذره؟ سوال خیلی قشنگیه. خب شهرزاد نامزد من بود، رابطه عاطفی داشتیم بین هم، ولی شهرزاد متعلق به، فکر میکنم، یه مردم بود، یک تعداد زیادی از مردم داخل تورنتو، خارج از مرزهای کانادا، در ایران، اروپا، از طریق رسانه ها، از طریق فیسبوکش، از طریق روزنامه ها و خیلی کانال های مختلف شهرزاد رو میشناختن و داستانش رو دنبال میکردن و با رفتنش در واقع این داغ به دل خیلی ها گذاشت و من فقط دوست ندارم اینجا بشینم و از لحاظ این که شهرزاد وقتی رفت چی به من گذشت، چون فکر میکنم درصد زیادیش رو خب پدر مادرش احساس کردن، بعد من، همینطور بعد از من اکثر دوستاش، کسایی که دنبال میکردن داستانش رو، کسایی که دنبال دچار این بیماری هستن و دیدن که این دختر 15 ماه چجوری تلاش کرد با لب خندون، با استقامت، با تمام تلاشی که داشت، ولی خب برجه سرنفشش این بود که در دسامبر 2013 از بین ما بره. کار سختی بود، یعنی اطلاع رسانی که ما برای شهرزاد بعد می‌کردیم و برای شهرزادها از روز اول کار سختی بود. می‌دونستیم که کار سختیه و این کارو شروع کردیم. با رفتنش داغ دلمونو، به قول معروف، داغی رو دلمون گذاشت، ولی کارمونو فکر می‌کنم هیچ وقت قطع نکردیم. از لحاظ اینکه بیماری دیگه‌ای که بودن و شرایط شهرزاد داشتن، هیچ وقت به ما اجازه رو نداد که بریم و فقط به یاد شهرزاد و به خاطر شهرزاد سوگواری بکنیم و فراموش بکنیم، چون راهی که شهرزاد پا گذاشت توش برای همه گذاشت، برای همه این کارو کرد و فکر میکنم یه جورایی این شد چیزی که به ما تسکین خاطر بده که بتونیم حتی در نبودش ادامه کارشو بدیم و به یادش و برای اون ادامه این کارو انجام بدیم. در سال 2013، می 2013 که در واقع تقریبا یک سال داره میشه، بنیاد خیریه‌ای به اسم Healthy Marrow Canada رو تأسیس کرد که دو سه ماهی هم درگیرش بودیم تا این به ثمر رسید. علت این کار این بود که ما برای برنامه‌هایی که داشتیم با بنیاد خون کانادا احتیاج داشتیم که خیریه‌ای رو تأسیس بکنیم
که بتونیم این کارا رو بیشتر با یه مقدار جدیت دنبال بکنیم. وجود خیریه شهرزاد باعث شد که در واقع بتونیم همه مردم رو جزوی از این سازمان بیاریم، چون ما تعداد داوطلبای زیادی داشتیم برای برنامه‌های شهرزاد. هر دفعه که انجام میدیم تعداد فوق‌العاده زیادی اعلام آمادگی میکنن. بیزنس های تورنتو افراد زیادی حامی های این برنامه بودن و اینو توی یک بنیاد آوردن، بنیاد خیریه آوردن، یک جورایی شکل قشنگتری بهش میداد. خب مخصوصا حالا که دیگه خود شهرزادم نیست، خوشحالیم که این کار کردیم. یک سالم داره ازش میگذره، پشتیبانی خیلی خوبی شد از طرف مردم و امیدواریم که این کارا رو بتونیم با پشتیبانی بازم مردم ادامه بدیم. و چون این کاریه که برای شهرزادها دیگه داره انجام میشه، شهرزاد از بین ما رفت ولی امثال شهرزاد ده ها هزار نفر دیگه هستن که منتظر اهدا کننده سلولهای بنیادی هستن و امیدواریم که این سازمان در کنار سازمانی مثل وان مچ و کنیدین بلاد سرویسز بتونه این کاراشو ادامه بده و بتونیم روزی بیاد که واقعا تعداد ایرانی ها در این بانک جهانی به حدی که قابل قبول هست برسه. خب کمی در مورد نمایشگاه صحبت کن. نمایشگاهی که این نقاشی به عنوان اولین اثر از یه سری از آثار تو با موضوع شهرزاد به نمایش در اومد و با حضور عده زیادی از ایرانی ها و غیر ایرانی ها استقبال بسیار خوبی از اون شد. هدف از برگزاری نمایشگاه چه بود و چه برنامه هایی برای نمایش آثار بعدی در آینده خواهی داشت؟ این اولین نقاشی از سری نقاشی های نمایشگاه شهرزاد هستش و این نقاشی در نمایشگاه گلدستون تورنتو برگزار شد و با استقبال فوق‌العاده‌ای روبرو شد. ما با بنیاد خیریه شهرزاد در حال برنامه ریزی یک نمایشگاه خیلی بزرگ هستیم که به زودی از اکثر رسانه ها و تلویزیون شما این اطلاع رسانی رو به مردم انجام میدیم و جزئیاتش رو در اختیارشون میذاریم. جا داره من این فرصت رو پیدا نکردم تشکر ویژه‌ای بکنم از رومنای عزیز، دوست خوبم، دوست خوب شهرزاد. این نقاشی‌ها، تابلوها تمام ایده خودش بود و با کاری که کرد واقعا فکر می‌کنم یک جوری دیگه‌ای تمام این اطلاع رسانی رو به نحو جدیدی شروع کرده. اطلاع رسانی واقعا جنبه‌های مختلفی داره. ما هنرمندای مختلفی داشتیم، بازیگرا، ورزشکارا، کسایی که کارهای فرهنگی می‌کردن به کمکمون اومدن و اصلا این استقبالی که از کارهای شهرزاد شد به خاطر وجود این عزیزان بوده. هنرمندای مثل رومنا با تصویرایی که از شهرزاد میکشن نگاهی جدیدی دارن به موضوع شهرزاد و این خودش خیلی به ما کمک میکنه در اطلاع رسانی به مردم. اطلاع رسانی قسمت بزرگی از این کار هست، چون ما اصلا علتی که این برنامه رو شروع کردیم فهمیدیم که مردم اطلاع درستی از سلولهای بنیادی و چرا و چجوری میتونن کمک بکنن ندارن. از لحاظ نمایشگاهی که در آینده قرار هست برگزار بشه، با رومنای عزیز در حال کار هستیم و امیدواریم که این همکاری ادامه پیدا بکنه. در حال حاضر در حال برنامه‌ریزی برای نمایشگاه خیلی بزرگی هستیم در تورنتو که امیدواریم این به شهرهای دیگه هم برسه. رومنای عزیز این تنها آثارش نیست، چندین و چند تابلوی دیگه داره که به زودی برای عموم مردم به اجرا نمایش در خواهد آمد. رامین جان، با پیام تو برای مردم و برای همیهنان و دوستداران آثارت این گفته شنود تلویزیونی رو به پایان میبریم. اگر پیام یا صحبت خاصی در آخر این گفته شنود تلویزیونی دارید بفرمایید تا در فرصت کوتاه باقی مانده بشنویم و بعد با شما و با آرش عزیز و با بینندگان عزیز خداحافظی کنیم. شهرزاد رفت و با رفتنش قسمتی از وجود همه ما رو با خودش برد. زندگی شهرزاد میتونه تلنگری به همه ما باشه که درازای زندگی اونقدر هم که فکرشو میکنیم اهمیت نداره و در حقیقت کیفیتش هست که به این زندگیمون معنی میده. امیدوارم روزی برسه با کمک همدیگه این بیماری ریشه کن بشه و هیچ کس و هیچ خانواده‌ای دچار و درگیر این بیماری نباشه.
مرسی. از اینجا دوست دارم باز تشکر کنم از تمام عزیزانی که داستان شهرزاد رو دنبال میکنن، دوستاش وقتی میگم کسایی که خود شهرزاد شاید هیچ وقت ندیدشون، کسایی که از ایران، اروپا، آمریکای جنوبی، همه جا واقعا، استرالیا، دوستای فوق العاده زیادی شهرزاد داشت و این برنامه رو دنبال میکرد، پشتیبانیای فوق العاده خوبی شدیم. ممنونیم ازتون، چون واقعا بدون کمک همه و همه این کان واقعا وجود نداشت. کاری یک نفر چند نفر نیستش، کاری که خیریه انجام میده، کاری که برای همه هستش، پس احتیاج به کمک همه هم هستش اگه قراره که این کار به جلو بره. فقط دوست دارم تشکر کنم، ممنونم از وقتی که به بنده دادین و بازم دوست دارم در آخر از رومنای عزیز برای تلرسانی بسیار بسیار جالبش تشکر بکنم و امیدوارم که بازم روزی باشه که این بیماری اصلا وجود نداشته باشه و نخواهیم چنین برنامه‌هایی رو ضبط بکنیم و درباره مریضی و چجوری و چجوری تلرسانی و اینا صحبت بکنیم. یه امشب اخما تو وا کن تو قلبت، عشقم و جا کن تو با لبخند شیرینت، جوانو غرق رویا کن. یه امشب اخما تو وا کن تو قلبت، عشقم و جا کن تو با لبخند شیرینت، جوانو غرق رویا کن. منو با بوس خوابم کن تو آغوشت که دنیامه، که امشب از همه دنیا فقط آغوش تو جامه. منو از گریه دورم کن که گریه قلب و لرزونده، به آینده امیدی نیست همین امشب فقط مونده. یه امشب اخما تو با کن تو قلبت، عشقم و جا کن تو با لبخند شیرینت، جهانو غرق رویا کن. یه امشب اخما تو با کن تو قلبت، عشقم و جا کن تو با لبخند شیرین، جهانو غرق رویا کن. شما هم میتونید با یه تست ساده فرشته نجات یک انسان باشید. بسیار سپاسگزارم از حضور هر دوی شما در این گفته شنود تلویزیونی و فرصتی که گذاشتید و از همیهنان عزیزی که ما رو با تماشای این برنامه همراهی کردند. پخش زنده یه برنامه شبکه نگین رو هر شب از ساعت 18:00 بعد از ظهر به وقت تورنتو و نیویورک بر سایت شبکه و بر صفحه تلویزیون یا اسمارت فون های خودتون تماشا کنید و فراموش نکنید که در ماه جون رویداد بزرگ جام جهانی سال 2014 برزیل رو با تماشا از شبکه نگین همراهی بفرمایید. بازی‌های مهم جام جهانی همزمان و با کیفیت عالی HD و با حمایت بی‌سابقه کمپانی پیشرو و بزرگ سامسونگ از این شبکه پخش میشه و همیهنان عزیز میتونن این برنامه‌ها رو با گفتار و گزارش فارسی از نگین تیوی تماشا کنن. ویدیوی این برنامه و بسیاری از برنامه‌های پخش زنده شبکه نگین هم همزمان به صورت کامل و با کیفیت خوب در پیج فیسبوک نگین تیوی در آدرس facebook.com/negintv پست میشه که همیهنان عزیز میتونن در هر فرصتی به تماشای اونها بپردازن. امیدوارم شب و روزهای بسیار خوبی در انتظارتون باشه و با شما تا دیدار بعدی و برنامه‌های آینده خداحافظی میکنم. ما را با ادامه پخش زنده برنامه‌های امشب همراهی بفرمایید. Audio Jungle.